با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، شرمنده که به حال این موقع شب هم مزاحم شما میشن. امروز هم در حقیقت سومین روز است از نهمین ماه از دوازدهمین سال در سومین هزاره. ساعت 4:20 است به وقت غرب آمریکا و فینیکس در ایالت آریزونا، 7:20 است وقت نیویورک و واشنگتن در شرق آمریکا، و هر کجایی که ساعتش 7:20 است و 1:20 است در اروپا، 12:20 در انگلستان و 2:20 است در ترکیه. اجازه بدید که ادامه این بحثی رو که شاهزاده رضای پهلوی گفت و ما شنیدیم از منظر دیگری با هم دنبال بکنیم، و اون هم وضعیت این ماجرایی است که وجود دارد برای ایران. امروز در حقیقت 3 هفته است که از ماجرای زلزله از زلزله آذربایجان میگذرد و میبینی که با چه سرعت برق و بادی جامعه هیجانی، جامعه‌ای که دچار شور است و تعقل درش بسیار کم است، چجوری فراموش میکنه مردمی رو که در اسیر سرما هستن. به قول محسن ابراهیمی از بچه های کمونیست کارگری گفت اگر که اینا در زلزله از بین نرفتن، این بار سرما اینا رو از بین خواهد بود. عده‌ای از مردم حرکت کردن، رفتن جلوی فرمانداری، فضیحت شنیدن، برگشتن، و واقعا هیچ سازمانی نیست که به داد این دل مردم ستم دیده ایران برسن. من نمیدونم بعد از کجا شروع کرد. بفهمی از آقای زبانی قربان شما برم، محمد آقای زبانی قبل اینکه بحث رو شروع کنید من یه سوال از نظرتون داشتم. بفهمید آقای شما. اجازه هست بفهم. در رابطه با همین صحبتی که پخش کردید از رضای پهلوی که در 45 دقیقه بود بهم. من اگه شما بتونید این سوال پاسخ بدید ممنون میشم. اگر طرفداران ایشون که زبانشون رو متوجه میشن بگن بیشتر مستفید میشم. که بدونم که مثلا در این 45 دقیقه را اگه بخوام به 4 دقیقه توضیح بدن که ایشون چی گفت، یعنی واقعا به کدوم سوال به صراحت پاسخ داد، چون من اصلا متوجه نشدم. اگه هیچ کدوم از سوالاشون به جز پرگویی هیچی نبود. اگه وقتی راجب شکایتشون سوال میکنه، به اولا یه بحث غلطی رو جلو میبرن که جنایت علیه بشریت. جنایت علیه بشریت معنا داره، یعنی نسل کشی که این اتفاق نیفتاده در ایران. حالا ما نمیتونیم بگیم نه به نظر من اینه، تعاریف حقوقی داره اینا. بله نظر. بعد وقتی میگه که نه چی شد، میگه که من کارم کردم، برید از اونا بپرسید. میگه که شخصیت های بین المللی حقوقی حقوقدانه در این قضیه هستن. میگه میتونن آدم های حقوقدان های خوب بین المللی باشن، تأثیر داشته باشن. حالا ما یعنی چی نفهمیدیم، کسی هست یا نیست. بالاخره راجب مبارزه چه می شود؟ توپو می دازن تو زمین مردم که باید آزادی بها می خواد و سخته و اینا، بالاخره باید همه فعالیت کنن دیگه. یعنی واقعا نتیجه ای که ازش میشه گرفت آقای بگانی که به جز پرگویی هیچ چیز، این آدم اصلا سیاسی نیست. متاسفم. واقعا آدمی که سیاسی باشه این گونه صحبت نمی کنه، فقط پشت هم اندازی. ولی اگه کسی توضیح بده 4 دقیقه ایشون این 45 دقیقه چیگو، ممنون میشم شما اگه لطف کنید که نور علم بوده. ممنونم از شما، سپاسگزارم. آیا یه موضوع مثلا میگه که سیاست‌مدار بایستی چند جانبه حرف بزنه، ولی این به معنای این نیست که پاسخ نگه. یعنی تو همونی هم که تعریف میکنه یه تعریفی باید وجود داشته باشه، ولی بی تعریفه نداره. و این درد ایشون به تنها نیست، درد کل جامعه ایرانه. در حقیقت بی برنامه است، نداره. یه جامعه ایست که شور میگیرتش، هیجان میگیرتش، بعدم تمام میشود، میپوسه و میره. از موضوع آذربایجان شروع کرد ولی پاسخی نداشت در مورد آذربایجان. گفت نه آقا، دولت که چیز نیستیه، ما میگیم فلان، ما میگویم فلان، باید نشان بدهی، کاملا روشن مشخص بکنی. اگر از من میپرسیدن، من اگر اونجا بودم چنین پاسخ میدادم، من اگر اونجا بودم این پاسخ رو میدادم. خیلی شفاف اعلام شده.
ایران سالانه 217 میلیارد دلار از فروش نفت و گاز، حالا معادن و پتروشیمی و مالیات که از دست مردم میگیره و درآمدهای دیگر حساب نکردیم، اینا سالانه 270 میلیارد دلار پول میگیره، درآمد داره از بابت فروش نفت و گازش فقط دیگه. حالا فرش داره، پسته داره، نمیدونم زعفران دارد، سنگ دارد، معادن دارد، آب میفروشه، قورباغه میفروشه، خاک میفروشه، نه اینکه مثلا بگیم خاک کشور، نه خاک میفروشه دیگه، اینا هم مثلا حساب نمیکنه. 270 میلیارد دلار میشود 238,700 میلیارد تومان، یعنی روزانه حدود 650 میلیارد تومان اگه مثلا شاخص دلار رو 1100 تومان در نظر بگیریم، روزانه 650 میلیارد تومان این دولت درآمد داره. یعنی با درآمد یک روز نفت و گاز کشور میتوان بدون وام و منت میتوان کل پروژه مسکن مر، یعنی 31,000 واحد 75 متری رو که اینا اعلام کردن، از ابتدا با قیمت هر متر مربع 300,000 تومان ساخت و تمام کرد و به رایگان به مردم داد. یعنی با درآمد یه روز میشود که 31,000 واحد 75 متری رو بسازن و مفتی بدم به مردم، این یه روزش. یعنی با درآمد 5 روز، یعنی از صبح شنبه تا پایان چهارشنبه، میتوان یارانه نقدی کلیه کسانی که ثبت نام کردن، یعنی 72 میلیون و 500 هزار نفر رو واریز کرد. یعنی اینکه با درآمد یک روز و نیم کشور میتوان ورزشگاهی رسا که لیاقت برگزاری المپیک لندن رو داشته باشه. یعنی با درآمد یک روز میتوان 2 نیروگاه 450 تا 500 مگاواتی ساخت، یعنی برابر با نیروگاه اتمی بوشهر که قرار است 1100 مگاوات برق تولید کنه با درآمد یه روزش. یعنی با درآمد یک هفته مملکت میتوان 104 تا هواپیمای ایرباس A320 نو خرید. با درآمد 20 روز کشور میتوان 743,150 تا تویوتای کرولا خرید و هرچی ماشین داغونه از سطح کشور جمع کرد و سرانه مصرف بنزین رو به 6.5 لیتر در 100 کیلومتر رسون. با حدود یک ماه درآمد نفت و گاز نصف مشکلات 30 ساله مملکت رو حل کردیم. ببین با 12 ماه چه کارهایی میشه کرد. جدن این پولا کجاست؟ این سوال باید مطرح کنه دیگه. یعنی یه آدمی که میخواد بره، چون که از قبل میگن به شما که میخوای مصاحبه کنی دیگه، آماده میری اونجا، نداره، هیچ کس نیست، کسی نیست که پاسخ بگوید. در مورد کنفرانس تهران وقتی سوال میکنه خوب دقت کن. در مورد کنفرانس تهران ما نگاه میکنیم، میبینیم که همین کنفرانس تهران رو همونجوری که حسن دایی برامون تعریف کرد، گفت این چند وچیست، یه وچش همه جمهوری اسلامی، دو وچیست، یه وچه داخلی داره، یه وچه خارجی داره. در وچه داخلی مثلا میگوید که اینا نمیدونم کاغذ پاره است و قطنامه بدین، قطنامه دونتون پاره بشه. در وچه بیرونی میگوید که برید تو روزنامه ها انگلیسی، نه فارسی ننویسی، انگلیسی بنویسید و بگویید که آقا شدن پدر دوست آقای تیریتای پارسی یه آمپول میخواد نمیتونه بخره، برای اینکه شما تحریم کردی و این بیچاره که میخواد آمپول بخره پس چی کار کنه. در مورد همین ماجرای چی بود؟ ماجرای کنفرانس عدم تعهد میبینیم که تریتای پارسی مصاحبه میکنه با روزنامه نیویورک تایمز، فکر میکنه دنبالش میگردم که اصل مطلب رو پیدا بکنم که خلاف واقع تلاش کنم که نگویم.
اونجا میگوید که تیریتای پارسی میگه که بله ما موفق شدیم، بالاخره این یک ابتکاری بود برای جمهوری اسلامی که آقای بانکیمون رو به تهران دعوت کنه و آقای بانکیمون پذیرفت، علارغم همه مسائلی که بود و فلان بود، آقای بانکیمون پذیرفت برود به ایران و این برای ما یه دستاورد بزرگ است. ولی بله با روزنامه نیویورک تایمز میگه که سفر بانکیمون به ایران یه پیروزی برای جمهوری اسلامی تلقی میشه، اما اگر فشارها بر او منجر به آن شود که انتقادات از ایران را مطرح کند، اسرائیل و کشورهای مختلف ایران بیشتر از این سفر برخواهم. یعنی اونا نگاه میکنی با یه آمادگی بیشتری وارد صحنه میشه. ما نداریم اینو، خب نیست در بزرگان ما، وجود ندارد. چه باید کرد؟ یه دوستی برای من یه مطلب نشود پیرامون مسئله دیروز و این 1,000,000 لایک و صفحه 1,000,000 لایک. به من گفت، نوشتش که آقا این 1,000,000 لایک که مهم نیستش، که ببین چند تا از این 1,000,000 لایک ها اصولا وجود دارد، ببین چقدر 1,000,000 لایک وجود دارد، ببین چند تا 1,000,000 لایک داری. صفحه 1,000,000 لایک به عشق حضرت زهرا سلام الله علیه، بفرمایید. این 1,000,000 لایک، 4,012 نفر به دنبال شریکت کرد. یه 1,000,000 لایک برای میرحسین موسوی، 6,132 نفر لایک کردن. از تعداد صفحات ایشون بیشتر بوده. و آخرین مثلا یکی دیگه از این، آخرین که نه، یکی دیگه از اینا چند تاست، یکی دیگه از اینا ماجرای 1,000,000 لایک، کمپین 1,000,000 لایک به کمپین 1,000,000 پسر برای تجاوز گروهی به جاستین بیبر، 17,483 تا امضا کرده. ما واقعا مسئله داریم و این مسئله ما با احساس شور و اینا حل نمی شود. تعقل لازم داره، سازمان نیاز داره، تفکر نیاز داره، اتاق فکر می خواهد. آقای مزدک عبدیپور تو سخنانی که مطرح کردن راجب جنبش سبز و اینکه جنبش سبز چگونه است، تحریریه کارزار همبستگی در حقیقت یه گفتگوی داره با آقای تقی رحمانی فعال ملی مذهبی تحت عنوان مطالبه محوری در نیمه راه جنبش سبز دچار بحران شد. بنابر تقاضای کارزار همبستگی با جنبش سبز مردم ایران، با آقای تقی رحمانی فعال ملی مذهبی روز یکشنبه 29 مرداد 1191 گفتگویی در رابطه با مهمترین مسائل سیاست خارجی و داخل ایران به عمل آوردیم. لازم می‌دانیم یک بار دیگر سپاسگزاری همه خود را از ایشان به خاطر انجام این گفتگوی صمیمانه و سریع ابراز کنیم. آقای رحمانی، با سپاس از شما جهت شرکت در این گفتگو، اگر موافق باشید گفتگوی من را با طرح پرسشی در ارتباط با خطرات و تهدیدات عاجلی که کشور ما با آن مواجه است آغاز کنید. خواهش میکنم، بفرمایید. از بررسی نوشته های شما و نیز هم فکران شما در سایت ملی مذهبی این گونه برداشت میشود که از نظر شما مشکل اصلی نقض آزادی دموکراسی حقوق بشر، مشکل اصلی نقض آزادی دموکراسی و حقوق بشر در ایران است و از این رو
محور قرار دادن دموکراسی و تقویت جامعه مدنی میتواند به همگرایی جریان‌های سیاسی منجر شود، اما روشن است که چنانچه خطرات و تهدیدات کنونی علیه کشور ما جنبه بالفعل به خود بگیرد، دیگر زمانی جهت تدارک نقشه راه مطالعه محوری یه مورد نظرتان در اختیار نخواهد. از سوی دیگر شما از چگونگی روند مذاکرات مربوط به مسئله اصلی انتقاد میکنید، اما من با ارائه راه حل مشخصی از سوی شما و همفکران شما در این زمینه برخورد نکردم. پیشنهاد مشخص شما چیست؟ مسئله هسته‌ای را به گمان من باید در ارتباط با اهداف توسعه طلبانه غرب در منطقه خاورمیانه بررسی کنیم. تغییر رحمانی میگوید واقعیت این است که بعد از جنگ ایران و عراق مسئولان چنین تحلیلی داشتند که اگر ما از توان هسته‌ای برخوردار بودیم عراق به ایران حمله نمی‌کرد. در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی شرایط مناسبی ایجاد شده بود که مسئله استفاده از انرژی هسته‌ای ختم به خیر شود و از طریق دانشگاهی کردن پروژه تحقیقات هسته‌ای اعتماد جهانیان جلب شود. اجرای قرارداد ژنو و مبادله سوخت هسته‌ای می توانست به برخی بهانه‌گیری‌های دولت‌های غربی پایان دهد، اما به دلیل فشارهای نیروهای دست راستی در آمریکا از سوی و مخالفت آقای خامنه ای از سوی دیگر این توافق عملی نشد. مذاکرات استانبول بین ایران و برزیل و ترکیه بازی برد برد بود و می توانست در جهت رفع تحریم ها و تأمین منافع ملی مؤثر باشد، اما در شرایط کنونی اساسا بازی برد برد ناشدنی است. تحریم ها ما را به مرحله مستهلک شدن و بدتر از آن یعنی مرحله اسقاط رسانده است. گفتار تهاجمی آقای احمدی نژاد و حاکمیت ما را وارد یه پیچ بزرگ در مسئله هسته‌ای کرد. اگر توافقی هم صورت بگیرد مستلزم دادن امتیازات زیادی خواهد. از دیدگاه طرف‌های غربی ایران در موقعیت ضعیفی قرار دارد. از این رو زمان را برای گرفتن امتیازات پی در پی مناسب می‌داند. نتانیاهو هم مدام ایران را تهدید به حمله می‌کند. اگر توافقی در مذاکرات آتی ما بین نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت نگیرد، این به منزله چراغ سبزی خواهد بود برای حمله اسرائیل و اعمال تحریم‌های بسیار شدیدتر. اتفاق نیفتاد دیگه، یعنی توافقی صورت نگرفت و در اینجا هم گفتن که ما منتظریم که ببینیم که این حکام آژانس چه نظری میدهند، که یقیناً نظر خوبی نخواهند. در ضمن اینکه امروز هم در جده دوباره این شورای همکاری خلیج فارس جمع شدن و ایران رو محکوم کردن. دبی اسمش چیه؟ بحرین خواستار عذرخواهی رسمی دولت ایران شده است. اینا موضوعاتی بوده که شاهزاده باید در این مصاحبهش مطرح میکرد، نکرد. چرا؟ بی برنامه است، برنامه نداره. خیلی ساده است. فعالان ملی مذهبی داخل کشور در زمینه انرژی هسته‌ای بررسی تحلیلی کارشناسانه ارائه دادند. از نظر ما نزاع حکومت ایران با غرب نه بر سر استفاده از انرژی هسته‌ای، بلکه مسئله غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران است. ما اورانیوم کافی برای غنی‌سازی نداریم. اورانیوم مورد نیاز را باید از بازار آزاد تهیه کنیم، اما اورانیوم مورد نیاز را باید به طور علنی و از طریق مراکز دانشگاهی تهیه کرد، نه به شکل نهانی و از طریق نهادهای نظامی. ایران به لحاظ امکانات تکنیکی توان ساخت بمب اتمی را ندارد و در این راستا عمل نکرده. مراحل ساخت بمب اتمی بسیار پیچیده و طولانی است. برفرض اگر ما توان ساخت بمب اتمی را هم داشته باشیم، بر سر چه کسانی می‌خواهیم که این بمب اتمی را بیاندازیم؟ اگر هدفمون اسرائیل باشد، فلسطینی‌ها نیز مورد هدف واقع می‌شوند. جناح افراطی حاکم بر ایران مسئله را در حد مخالفت غرب با برخورداری ایران از انرژی هسته‌ای تقلیل می‌دهد. جریان‌های راست و تندروی دولت‌های غربی نیز با اغراق در مورد توان هسته‌ای ایران در صدد بسیج افکار عمومی جهان و ایجاد ائتلاف و انسجام در میان خود به منظور برخورد با ایران اعمال فشار بیشتری هستند.
به نظر من مجموعه سیاست‌های اتخاذ شده در زمینه سیاست هسته‌ای از موفقیت برخوردار نبود، مگر در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی که آن هم با مخالفت‌های مواجه می‌شد. با مطالعه کتاب اخیر آقای حسن روحانی عضو شورای امنیت ملی و نماینده آقای هاشمی رفسنجانی متوجه خواهیم شد که سیاست هسته‌ای ایران از چه فراز و نشیب‌هایی گذشته. رقابت میان آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خامنه‌ای بر چگونگی حل مسئله هسته‌ای تأثیر مستقیم بر جای گذاشته است. نیروهای سپاهی و نظامی بیت رهبری در تلاش بودند که از این رقابت به نفع خود استفاده کنند. سیاست خارجی در واقع امر ادامه در واقع امر ادامه سیاست داخلی است. به دنبال سلطه جناح نظامیان و بروکرات ها شاهد در پیش گرفتن روند تنش‌زدایی با جهان شدیم، یعنی مسیری در جهت خلاف روند تنش‌زدایی که از سال 68 در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی آغاز شد و در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی رشد بیشتری پیدا کرد. جناح نظامیان جهت تثبیت اقتدار خودشان سیاست داخلی کشورمان را به گروگان سیاست خارجی تبدیل کردند. در شرایط کنونی ما در وضعیتی هستیم که اگر آقای هاشمی رفسنجانی تشخیص داده است که از مرحله بازی برد برد گذشته ایم، مرحله امتیاز دادن است و ضرورت دارد که وارد فاز تنش‌زدایی با جهان بشویم. بسیار خوب. اما سوال اصلی این است که در حال حاضر چه باید کرد و راهکارهای مشخص شما در این ارتباط چیست؟ از آنچه گفته اید میتوان این گونه نتیجه گیری کرد که شما با وارد کردن اورانیوم غنی شده موافق هستید. البته موافق وارد کردن اورانیوم غنی شده به صورت علنی و از کانال مراکز دانشگاهی، اما به نظر میرسد به این حقیقت توجه نمی کنی که دلیل اصلی اعمال فشار از سوی اسرائیل تلاش در جهت بازداشتن ایران از دستیابی به فناوری است، در حالی که دولت آمریکا نسبت به برخورداری ایران از بمب هسته‌ای حساسیت نشان میده. از جهت فناوری میان وارد کردن اورانیوم غنی شده از یک سو و غنی سازی اورانیوم در داخل کشور از سوی دیگر تفاوت واقعی وجود دارد. در واقع مسئله اصلی مسئله انتقال تکنولوژی است. با توجه به این واقعیت و دلیل اصلی اعمال فشار از سوی اسرائیل، یعنی جلوگیری از دستیابی ایران به تکنولوژی هسته‌ای، راه پیش رو از نظر شما کدام است؟ تنها انعطاف. راه پیش رو از نظر من نشان دادن مقداری انعطاف است. شرایط جهانی را باید در نظر داشته باشیم. شرایط ما با 3 سال گذشته متفاوت است. اگر اوباما در انتخابات آینده ریاست جمهوری پیروزی برسد، فشار بر اسرائیل زیاد خواهد شد. از سوی دیگر فشار بر ایران را هم زیاد خواهند کرد. در چنین شرایطی ما می توانیم با در پیش گرفتن روند تنش‌زدایی و نشان دادن انعطاف دوباره در مسیری قرار بگیریم که در جهت دستیابی به فناوری هسته‌ای به پیش برد. اسرائیل در حال حاضر فشار می آورد و تمایل به حمله دارد، اما در هر شرایطی این توان را ندارد. اگر اعتمادسازی انجام شود و انعطاف نشان بدهیم، می توانیم غنی‌سازی را ادامه بدهیم، البته به شکل علنی و از کانال مراکز دانشگاهی. حق غنی‌سازی بحث است و مسئله بکارگیری انعطاف بحث دیگری. اگر به یاد داشته باشید بیانیه سعدآباد در ظاهر عقب نشینی به نظر می آورد، اما اجازه داد که ایران تکنولوژی خود را جلو ببرد. مسئله برخورداری ایران از انرژی هسته‌ای در حال حاضر به یک معضل سیاسی تبدیل شده است که موجودیت و منافع ملی ما را با خطر نابودی روبرو کرده. با وجود مخالفت کنونی اوباما با حمله به ایران، در صورت تهاجم اسرائیل به ایران اوباما از اسرائیل حمایت خواهد کرد. اگر جنگ کوتاه مدتی در بگیرد پاسخ ایران چه خواهد بود؟ از سوی باید در مورد مسئله هسته‌ای عقب نشینی بیشتری بکند، از سوی دیگر کنترل و اختناق در داخل گسترده تر خواهد شد. اگر تهاجم نظامی به درگیری طولانی منجر شود،
خسارات بیشتری وارد خواهد شد و شاید برای همیشه با ممنوعیت حق غنی‌سازی مواجه شوید. چنانچه دولتی در ایران داشته باشیم که از وجه و اعتبار مردمی برخوردار باشد، این دولت میتواند با نشان دادن انعطاف فشارهای بین‌المللی را کنترل کند و ما دوباره حق غنی کردن اورانیوم را به دست آوریم. شما دقت کنید به این حرفا، یعنی برنامه دارد، ما برنامه نداریم، او برنامه دارد. پس بنابراین انتخابات پیش رو در ایران انتخابات مهم می خواهد. باز در اینجا عرضت برسونم که به باور من در انتخابات پیش رو در ایران دوباره دعوا خواهد شد و اگر ما از امروز خودمون رو آماده کنیم برای اون دعوا و آماده باشیم و نریم جلوی در سفارت رأی نده بگیم رأی من کو، دروغی بگیم رأی من کو و صاف بیستیم و حرف خودمونو بزنیم، شاید در این انتخابات روبرو پیروز بشه. آقای رحمانی، من از زاویه دیگری بحث را باز میکنم. به نظر من نباید تمامی اهداف استراتژیک دولت‌های غربی را در منطقه به مسئله مخالفت آنها با برنامه هسته‌ای ایران محدود کنیم. اگر ما فاکتور اساسی یعنی خصلت توسعه طلبانه و تجاوزکارانه دولت‌های غربی و به تعبیر ما دولت‌های امپریالیستی را در ارزیابی خود لحاظ نکنیم، قادر نخواهیم بود که تحلیل دقیقی از شرایط بغرنج کنونی ارائه دهیم. بهانه کاذب تهاجم نظامی به عراق هم وجود سلاح‌های کشتار جمعی بود، اما به رغم سازش‌ها و عقب‌نشینی‌های صدام و قذافی، این عقب‌نشینی‌ها مانع بازدارنده ای برای تهاجم نظامی ناتو به دو کشور عراق و لیبی نبود. صدام درهای کاخ‌ها را برای بازدید و کنترل گشود و قذافی دست ماموران اطلاعاتی آمریکا و انگلیس را برای بازجویی از اعضای القاعده در زندان‌های لیبی باز گذاشت. اگر مسئله را تنها در این چارچوب ببینیم که پاسخ ایران به خواستهای دول غربی موجب تغییر شرایط خواهد شد، به گمان من نتوانستیم تحلیلی دقیق و منطبق با واقعیت از شرایط موجود ارائه دهیم. در نظر گرفتن اهداف استراتژیک امپریالیست در منطقه، از جمله پروژه ایجاد خاورمیانه بزرگ و خصلت توسعه طلبانه آنها، از اجزای ضروری و تفکیک ناپذیر یک تحلیل دقیق و عینی از شرایط موجود است. همونطور که اشاره کردی، وجود یک حاکمیت ملی نقش تعیین کننده‌ای در عقیم گذاردن پروژه‌های امپریالیستی دارد. در سال‌های اخیر شاهد آن بوده این که در برخی از کشورهای آمریکای لاتین از جمله ونزوئلا، امپریالیست‌ها نتوانستند به آسانی خواسته‌های خود را تحمیل کنند. مسئله اصلی ما این است، وگرنه عقب نشینی و انعطاف به ویژه در رابطه با مسئله اصلی شرایط را تغییر نخواهد داد. مسئله اصلی به وجود آمدن شرایطی است که یه حاکمیت ملی که از پشتیبانی مردمی برخوردار است بتواند در مقابل توسعه طلبی دولت‌های غربی ایستادگی کند. در حال حاضر و در شرایط فعلی چنین چشم‌اندازی را در پیش رو نداریم. و باره اون نفر دیگر میگوید، با اجازه من نکته ای را اضافه میکنم، به نظر من وجود حاکمیت ملی هم باعث این نخواهد شد که ما را راحت بگذارن. جهتگیری انقلابی که از بهمن 57 شروع شد، به رغم تمامی اوججات و عقبگردها و بیتوجهی ها به آرمان های انقلاب 57، همچنان در سطح جامعه ادامه دارد. برقراری حاکمیت ملی هم موجب این نخواهد شد که از توطئه‌های امپریالیستی در امان باشیم، مگر تلاش نکردند تا به راه انداختن کودتا دولت چاوز را ساقط کنند. تغییر امانی میگه شما درست میگید، اما مسئله اینجاست که از یک سو با حاکمیت کنونی در ایران مواجه هستیم که شعارهایی در ارتباط با مبارزه با مطامع کشورهای غربی میده، اما در داخل کشور اختناق برقرار کرده است و سرکوب میکنند. از سوی دیگر با خطر حمله مواجه هستیم. در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی به دلیل مشروعیت ناشی از آرای بالایی که برای او در صندوق ها ریخته شد،
به رغم وجود پدیده خودی و غیر خودی در حکومت راه هموارتر بود، اما در حال حاضر چنین مشروعیتی وجود ندارد. اما ایران باید بماند تا مستقل باشد. شما میخواهید با توجه به شرایط کنونی راهکاری ارائه دهید؟ راه حل من، راه حل معطوف به روابط قدرت در درون حاکمیت است. در محیط سیاست همواره راه حل درستن عملی نیست. متاسفانه ما با چنین شرایطی مواجهیم. حیدر میپرسه من متوجه منظور شما هستم. بهمن هم درست میگوید. درست است که حاکمیت ملی راه رسیدن به خواستای برد بود را هموار میکند، اما عقب نشینی در شرایط کنونی باعث چشم پوشیدن غرب از اهداف توسعه طلبانش در منطقه نخواهد شد. دستور کار غرب در ارتباط با ایران به نظر من این است که شرایطی برای تغییر رژیم در راستای اهداف غرب ایجاد کند. از سوی به طور حساب شده با اعمال تحریم ها و از سوی دیگر با پیش بردن برنامه آلترناتیو سازی از بالا، رویدادها را باید در ارتباط با هم ببینیم. دیگر از آن مرحله گذشته ایم که به طور ساده مطرح کنیم با عقب نشینی و اعتماد سازی غرب از عملی کردن پروژه هایش در ایران منطقه چشم‌پوشی خواهد کرد. دستور کار در مرحله فعلی ساختن یک آلترناتیو از نیروهای همسو با امپریالیسم در مقابل آلترناتیو جنبش سبز است. دیدگاه شما در این مورد چیست؟ این ارجاع میدهد به اصلاح طلبان. اینجا قصدش از جنبش سبز اصلاح طلبان است. تغییر رحمانی میگه با گفتهای شما مخالفتی نداره، اما یه طرف بازی با آنهاست و یک طرف هم مردم هستن. از طرف دیگر اینطور نیست که همه پروژه هایشان مطابق دلخواهشان پیش بره. چنانچه تهاجم نظامی به افغانستان و عراق برای القاعده و جمهوری اسلامی عمق استراتژیک ایجاد کرد. اگر راه حل دست ما بود و یک دولت ملی سر کار بود و از حمایت قوی مردمی برخوردار بود، وارد یک گفتگوی سازنده با غرب میشد. 100% آنها امتیازاتی میخواستند. ما هم در چارچوب منافع ملیمان برخورد میکردیم. در حال حاضر یک جنگ رسانه‌ای جدی میان اوباما و نتانیاهو در جریان است. نتانیاهو طرفدار حمله به ایران است و اوباما میگوید که فعلا نباید حمله ای صورت بگیرد. البته این به دلایلی است که میدانید، نه به دلیل حفظ منافع ما. بحث من این است که در سیاست انتخاب تاکتیک مناسب امر بسیار مهمی است. آیا نباید برنامه های آنها را به تعویق انداخت تا به استحکام برسیم؟ من از نابودی ایران میترسم. اگر تهاجمی صورت بگیرد و در شرایطی مانند شرایط سال 90 در عراق برای ما ایجاد شود، از حالت بد به بدتر میرویم. این مسئله را باید لحاظ کرد. آرش میپرسه که آقای رحمانی اگر موافق باشید در فرصت باقی مانده نظری به مسائل داخلی داشته باشید. نوشته ای از شما تحت عنوان دموکراسی خواهی محور اتحاد در عمل در تاریخ اول اردیبهشت 1391 در سایت ملی مذهبی منتشر شد. من بخشی را که مورد نظرم هست میخوانم و سپس مسئله را مورد پرسش قرار میدهم. جنبش سبز نشان داد که جامعه مدنی دموکراسی خواه است و به دنبال رهیافت کنش مسالمت آمیز برای رسیدن به آزادی های مدنی و سیاسی است تا نوع و مدل حکومت. من اینجا روی نوع و مدل حکومت تاکید می کنم و دلیل این تاکید را توضیح خواهم داد. در ادامه در چند سطر بعدی آمده است شاید زمان آن رسیده است که از مفاهیم کلی مانند جمهوری دموکراتیک، جمهوری مشروطه سلطنتی، جمهوری اسلامی، جمهوری سکولار و غیره عبور کنیم و برای وحدت ملی و با حرکت مشترک به مصداق‌ها توجه کنیم. سوال من در رابطه با شیوه اطلاع رسانی و تبلیغی سایت ملی مذهبی است. به استثنای سازمان مجاهدین خلق، تا آنجا که من دنبال کردم بیانیه‌ها و مواضع سایر گروه‌ها از حزب مشروطه گرفته تا حزب کمونیست کارگری و سازمان راه کارگر که شعار سرنگونی را مطرح می‌کنند تا اصلاح طلبان و هواداران جنبش سبز در سایت شما منعکس می‌شوند. این شیوه تبلیغی را من در پیوند می‌بینم با پیام مقاله شما،
یعنی دموکراسی خواهی به عنوان محور اتحاد در عمل. آیا این اتحاد عمل خط قرمزی ندارد؟ سایت ملی مذهبی یک سایت خبری نیست و هویت مشخص دارد، کما اینکه ما در سایت کارگزار همبستگی با جنبش سبز مردم ایران موازه نیروهای را انعکاس می‌دهیم که در راستای جنبش سبز مردم ایران حرکت می‌کنند. تغییر امانی میگه صرفاً اطلاع رسانی است، نه تایید موازه. ما سه خط قرمز داریم با سلطنت طرف‌های پهلویچی و تجزیه طلب‌ها و نیروهای برانداز نظامی. هر عقیده و ایدئولوژی حق دارد که خود را بهتر بداند و تبلیغ بکند. ما باید هر جریان و نیرویی حق را برای دیگران هم قائل شود. مسئله ما دموکراسی است. از طریق تقویت جامعه مدنی، دموکراسی تعامل جامعه مدنی است با حکومت. اگر جامعه مدنی شکل نگیرد، هر گروه سیاسی که قدرت را به دست بگیرد جامعه به سمت استبداد می رود. با توجه به اینکه ما یک دولت نفتی هستیم، 60% درآمد کشور از راه فروش نفت تأمین می شود. دولتی که گاهی به جای گرفتن مالیات پول پخش می کند. سالهای سال هم نفت خواهیم داشت و هنوز اکتشافات منابع نفتی ادامه دارد. منطقه خاورمیانه هم مستعد ایجاد دیکتاتورهاست. مبنای قانون قراردادی است که به تایید اکثریت برسد. یک نفر نمیتواند به نام سکولار یا مذهبی قانونی را به دیگران تحمیل کند. باید حقوق اقلیت را هم رعایت کرد. دیکتاتوری معمولاً با دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت شکل میگیرد. ما تجربه انقلاب را داریم. کسانی که حقوق اقلیت را رعایت نکنند خودشان هم حذف می شوند. در ترکیه اردوغان برخی قوانین را قبول ندارد، اما به عنوان نخست وزیر اجرا می کند، چون قانون پابرجاست. ما کسی را نمی توانیم از حق محروم کنیم. ما با هر جریانی سوار اتوبوس نمی شویم. ما همه اما همه گروه ها حق دارند. ما با جریان های سوار اتوبوس می شویم که دموکراسی خواهند. و همه این پرسه اشاره کردی که خط قرمز هایی دارید. آیا در عمل همین خط قرمز ها را رعایت میکنید؟ مسئله نمیتواند در حد اطلاع رسانی باقی بماند. شما با این شیوه به مردم پیام میدهید ما هر کدام حرف معینی داریم. این به این معنی نیست که نمیخواییم حرف دیگران شنیده شود، اما با هر کدام باید حرف خودمان را بزنیم و البته نباید خودمان را به جریانات دیگر تحمیل کنیم. و در نهایت این مردم هستن که انتخاب میکنن. شما با سلطنت طلبان خط قرمز دارید، اما موازی آنها را انعکاس میدارید. هویت خودتان چه میشود؟ مگر ملی مذهبی ها در حکومت هستند که میگویند که ما کسی را از حق محروم نمیکنیم؟ تغییر امانه میگه موازی ما روشن است. این اطلاع رسانی با حفظ مرزبندی ها تا به حال مشکلی ایجاد نکرده است، اما باید با دوستان صحبت کنیم. آرش میگه که با اجازه شما پرسش دیگری را در رابطه با نوشته دیگری از شما مطرح میکنم. مقاله‌ای به قلم شما تحت عنوان مطالبه محوری و فراز و فرودان در تاریخ 17 مرداد امسال در سایت روز آنلاین منتشر شد. نکاتی در این مقاله به صورت کلی مطرح شده، لذا ایجاد سوال میکرد. از جمله چنین نوشته بودی: موسوی و کروبی در ارائه شعار و تعیین رفتارها موضعی لازم اما ناکافی گرفتند. آنها تلاش نکردند که محدودهای مطالبه محوری را توضیح دهند و توجیه کنند، در حالی که مهندس صحابی و ملی مذهبی ها چنین باوری داشتند، توصیه هم کردند، اما جواب مناسب نگرفتند. در ادامه هم چنین می آید که بیانیه 17 مهندس موسوی بیشتر آموزش تشریح بود تا موازه تاکتیکی و راهبردی. به نظر من بیانیه 17 مهندس موسوی مهمترین بیانیه بعد از انتخابات است. این بیانیه در شرایط ویژه بعد از عاشورا منتشر شد. خود شما در آن زمان در ایران بودید و شرایط مشخص آن روزها را از نزدیک تجربه کردید. این بیانیه 5 خواست مشخص دارد، از جمله 3 خواست آن مشابه خواستایی است که شما در مقاله تان به آن اشاره کردید. یعنی خواست انتخابات آزاد،
آزادی زندانیان سیاسی و آزادی تجمع، به اضافه دو خواست دیگر در مورد رفتار دولت و حاکمیت. بحث من روی کلیتی است که شما مطرح کردید. من در این مورد با شما برداشت یکسانی ندارم. به چه دلیل میگویید که بیانیه مهندس موسوی محدودهای مطالبه محوری را توضیح نداداد؟ لازم بود اما ناکافی. این به چه معناست؟ اگر امکان دارد لطفاً در این مورد اطلاع بیشتری در اختیار ما قرار دهید. دقی رحمانی میگوید ایاتون باشد پیش از انتخابات جنبش‌های خاصی شکل گرفت و یک جریان مطالبه محور شکل گرفت. جنبش زنان و فعالان مدنی در این عرصه بسیار فعال بودند و در مورد اقوام این حرکت ضعیف‌تر بود. فعالان ملی مذهبی هم نقش داشتند و ایده ها را عمدتاً از فعالان مدنی گرفتند. مطالبه محوری در کاندیداهای ریاست جمهوری تأثیر گذاشت. آقای کروبی پاسخ داد، آقای رضایی هم پاسخ داد، حتی در مورد آقای احمدی نژاد. با اقبالی که آقای موسوی با آن مواجه شد کم کم ندای برخاست که خواهان انحلال همه جنبش‌های خاص در درون جنبش سبز. مطالبه محوری در نیمه راه جنبش سبز دچار بحران شد. خواست حاکمیت هم همین بود، چون همه را یک پارچه می‌زد. دوباره بحث کلان ماندن یا رفتن از سوی افراطی‌ها و از سوی برخی سبزها مطرح شد. در واقع بازی‌های باشگاهی تعطیل شود و فقط بازی تیم ملی باشد. خانم رهنورد با این مسئله مخالف بود. خانم رهنورد میگفت که جنبش‌های خاص و جنبش زنان و اقوام باید جای خودشان را داشته باشند و در درون جنبش سبز فعال باشند. در هشت ماهی که جنبش در خیابان بود از شعار رای من کو به سوی مرده باد و زنده باد رفت. بعد از راه به مایه روز خود حکومت با مانو بر روی شعارهای مطرح شده قصد داشت که اقشار نزدیک به خود را که در درون جنبش سبز بودن مسئله دار کند که جنبش برانداز و ضد مذهب است. در نزد عده‌ای مطالبه محوری به حکومت محوری تغییر یافت با هدف تسخیر حکومت و تغییر رهبری. برخی از اقشار منفعل شدند و جمعی هم بر مطالبه محوری ماندند. مطالبه محوری موسوی و کروبی در چارچوب قانون اساسی و با نگاهی به اصلاح نظام بود، اما مطالبه محوری لایه‌هایی از جنبش به سوی براندازی رفت. آقای موسوی در مورد ترکیب شعارها باید میگفت که چه شعارهایی را باید داد یا نداد. موسوی باید راه گفتگو با حکومت را باز میکرد. آن خواسته های پنجگانه که در بیانیه 17 به آن اشاره شده است سالها بود که مطرح میشد. مهم چگونگی رسیدن به این خواسته ها. مهندس صحابی برای نمونه میگفت که شعار مرگ بر خامنه ای ندهید، اما آقایان موسوی و کروبی کلی حرف میزدند. این نشانه جوزدگی این بزرگواران بود. تعداد زیادی به خیابان آمدن، خوب هم ایستادن. باید تدبیری به کار میرفت که طولانی تر در خیابان بمانند. بعد از روز قدس با طرح شعار جمهوری ایرانی حکومت چند ترفند زد. با یک استراتژی حساب شده پلیس را به میدان فرستاد، نه نظامی ها را. با چوب و چماق تعداد کمتری کشته می شدن و تعداد زیادی مجروح. دیگر اینکه با طرح شعار جمهوری اسلامی تفرقه و تفکیک سیاسی ایجاد کرد. نشانه رفتن کل نظام شعاری بود که هماهنگی با توان و امکانات جنبش نداشت، اما احساسات را راضی میکرد. هزینه حضور در خیابان بالا رفت. نتیجه آن شد که از عاشورای 88 به بعد دیگر امکان حضور خیابانی وجود نداشت. تیم ملی سبز با مقاومت روبرو شده بود و مهار گشته بود. زمان انقلاب من 19 ساله بودم. یک شعار مشخص داده میشد، شاه باید برود. حالا با پرتاب کوکتل مولوتوف و شیشه کستن. اما زمانی که خواسته های مدنی مطرح می شود به ظرافت بیشتری نیاز است. این ظریفکاری در توان رهبران جنبش سبز نبود، مقصرم نبودن، در توان بدنه هم نبود. وزارت اطلاع با پلیس تقسیم کار کرده بودن. پلیس هزاران نفر را شلوپل کرد، 500 پرونده قضایی درست کرد. وزارت اطلاع نیروهای سابقه دار سیاسی را که فعال شده بودن گلچین می کرد. شبکه‌های اجتماعی در ایران توسط گروه‌های سیاسی فعال شده بودند، هم از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، ملی مذهبیان، نهضت آزادی، چپ‌های سیاسی مدنی شده و غیره.
عملا با دستگیری فعالان نفس شبکه های اجتماعی گرفته شد، در صورتی که مهندس موسوی فکر میکرد مثل تر و نقاشی است که به دیوار میپاشی و شکل میگیره. ما از مطالبه محوری به کلان محوری رفتیم و کل نظام نشانه رفت. بحث نیست که مردم نظام را قبول داشتن یا نداشتن، بحث این است که توان این نوع مقابله را نداشتن. شعارها تفکیک نشد و خستگی ایجاد کرد. ناهماهنگی میان اصلاح طلبان هم تبدیل به یک مانع شده بود. مطالبه محوری یک راه تدریجی برای رسیدن به دموکراسی است و نیازمند تیزهوشی تاکتیکی است، آن هم در برابر یک دولت نفتی قوی با یک دستگاه سرکوبگر. شیک دادن به مطالبات به معنی ایجاد مش و تعیین رخش راه هم هست. مطالبه محوری در جنبش سبز با تزویر حاکمیت و عدم تدویر دموکراسی خوان به معاق رفت. نمیدونم، امیدوارم که ما همین بحثا رو کردیم. یعنی من فکر میکنم در همون ایام، در اتفاقا در روز عاشورا گفتیم که این ماجرا به اونجا میرود که دولت هزینه حضور در خیابان رو بالا بود با اعدام. یهو ما گفت آقا همه رو گرفتیم میخوام اعدام کنیم و اعدام کرد، هزینه رو برد بالا و اینا هم هیچ برنامه نداشتن. متاسفانه ما چند تا مشکل اساسی داشتیم تا بکنم در طول این تاریخ از مشروطه تا امروز. کوروش کبیر کاری نداریم. حالا این که همیشه رو دست خوردی، برای اینکه رو طرفت حساب باز نکردی، هیچ برنامه ای نداشتن اینا. برنامه شون بود که مردم میان تو خیابون تظاهرات میکنن و ما میتونیم رأیمون رو پس بگیریم. حساب نکرد اگر طرف مقابل جلوش ایستاد بعد من چه باید بکنم. رو این دیگه حساب باز نکرد، همین تا همینجا. همه همین تو این داستانه. همه تو همین چنبره گرفتارن. بفهمی شما. سلام عرض کردم آقای نادر هستم. آقای نادر، واسه این مقاله که الان خوندین یکی دو تا مطلب می‌خواستم خدمتتون عرض کنم. بفهمید. خواهش می‌کنم. بله آقای سید، این اگه جالبترین چیزی بود، شما در هیچ جای این مقاله حتی یک کلمه راجع به منافع ملی نمیبینید و خیلی جالبه که مقاله راجع به کسایی هست که خودشونو ملی مذهبی میخونن. تنها جایی که صحبت میشه و چند بارم تکرار میشه قصد نهایی چی هست، قصد نهایی در حقیقت جلوگیری از امپریالیست جهانی هستش. صحبتی از منافع ملی نمیشه. ببینید یعنی به میهن، به وطن نگاهی ندارن آقایون ملی. دنبال این هستن که چجوری جلوی امپریالیست رو بگیرن. حالا شما به من بفرمایید آقای بهبهانی، شما میتونید به من بگیرین امپریالیست جهانی الان چی هستش که از ایران میخواد، کدوم منبع است که به دنبالش هست، اینا جلوی چی رو میخوان بگیرن؟ من که نمیدونم، ولی یه مسئله اینجا هستش. ببینید تمام مسائل خارجی ایران، اهم از تحریم، اهم از جنگ، احتمال جنگ و مسائل دیگه، با یک کلمه قابل حله. میدونم که اینا هیچ وقت این کار نخواهند کرد. یعنی اون کاری که آقای محمود عباس که خودش فلسطینی هستش اگه جمهوری اسلامی بکنه مسئله حله. موجودیت اسرائیل شما رسمیت بشناسیم و اینم به رسمیت بشناسیم که اون دولتی که خود فلسطینی ها رأی دادن سر کار آوردن، یعنی در دست آقای محمود عباس معظم، اگه درست باشه محمود معظم، بله ابو معظم، ابو معظم. اگه ما اینو قبول بکنیم دیگه اصلا امکان این که چه آمریکا چه اسرائیل به ایران حمله بکنه هستش؟ هرگز. و خود به خود مسائل تحریم هم حل خواهد شد. شما دقت بفرمایید حتی یک کلمه هم اینها به راجب این مسائل صحبت نمی کنن. و واقعا چقدر دردناکه که ملی های ما این باشه. درست گفتم توجه شما و
ممنونم نکته شاید بد نباشه. ممنونم از توجه. خیلی ممنون. قربان. متشکرم. اجازه که مقاله رو به پایان برسانیم. بعد میگه با توجه به توضیحاتی که درباره مطالبه محوری داری، سوال من این است که به چه دلیل شعار عدالت خواهی در نوشته‌های شما جایی پیدا نکرده؟ آیا مطالبه محوری شامل بخش بزرگی از مردم ما یا به تعبیر اسلامی مستضعفین نمی‌شود؟ منظورم بخش بزرگی از جمعیت ایران است که در عرصه مطالباتی انگیزه‌های مبارزاتی بیشتری دارند. آیا این بی‌توجهی به مسئله عمده و تعیین کننده عدالت اجتماعی مشکل فعالان ملی مذهبی به طور کلی جنبش سبز نیست؟ دقیق رحمانی میگه حق دارید، این درد ماست، انتقاد شما وارد است، درد ما هم همین است. بعد از فروپاشی شوروی جریانات تحت تأثیر لیبرالیسم جهانی قرار گرفتند. همین تبدیل اصلاحات به پوپولیسم معنا داشت. با شعار اینکه پول نفت را بر سر سفره ها میآوریم رأی آوردند. ما طیفی از ملی مذهبی ها بودیم که روی مسئله عدالت اجتماعی تاکید داشتیم، اما مورد نقد لیبرال ها قرار می گرفتیم. اما گفتمان لیبرالی غالب شد. اولین سخنرانی انتخاباتی مهندس موسوی در جنوب شهر برگزار شد، اما اطرافیان او اکثرا از بروکرات های دولتی و لیبرال بودند. البته لیبرال به معنای کلاسیک آن مورد نظرم نیست. این فعالان گفتار تبلیغاتی را صاحب شدند و این نقص بزرگی بود. در دوره‌ای که جنبش سبز شروع شد، دولت احمدی‌نژاد پول کلانی بین اقشار فقیر به عنوان سوبسید کوتاه مدت پخش کرده بود. نگاه نادرست بخش بزرگی از اصلاح طلبان و پولهایی که احمدی‌نژاد پخش میکرد این مشکل را ایجاد کرد. انتقاد شما کاملا درست است، این بیتوجهی نقصان گفتمانی جنبش سبز است، اما باید جلب اعتماد میکردیم. ما با این اصل از دکتر شریعتی گرفتیم که آزادی و عدالت در ایران باید توامان مطرح شد، وگرنه پوپولیستای دموکراسی را قربانی میکنند. انتقاد شما را رد نمیکنم. نیروهای تبلیغاتی موسوی از جبهه مشارکت بودند، این مسئله را رد نمیکنم و انتقاد شما وارد است. آرش میگه اما پذیرش این نقصان از سوی شما کدام نمود عملی را دارد؟ در ماهای اخیر در سایت کلمه، یعنی سایت نزدیک به مهندس موسوی، توجه به مسائل کارگری بیشتر شده است. همراه با اخامت اوضاع اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم، مطالب این سایت از حالت خبررسانی صرف خارج شده، نوشته‌های تحلیلی در آن منتشر می‌شود. اما در ارتباط با سایت ملی مذهبی ها شاهد چنین تحولی نیستیم. ما به رغم اینکه در خارج از ایران بودیم، نشریه ایران فردا را آبونه بودیم، مطالبان را دنبال می‌کردیم. مهندس موسوی در نقد سیاست‌های لیبرالی هاشمی رفسنجانی پیشرو بود، اما امروز شاهد چنین نگرشی در میان فعالان ملی مذهبی نیستیم. برای نمونه در بیانیه کنشگران ملی مذهبی خارج از کشور در رابطه با منازعه هسته‌ای چنین آمده است: از نظر ما مشکل اصلی ایران نقض آزادی، دموکراسی و حقوق بشر است. بار دیگر یادآور می‌شویم که نزدیکترین راه وصول به دموکراسی برای مردم ایران ایجاد رفاه نسبی به خصوص طبقه متوسط نوگرا و مشارکت جوی آنان و برخورداری مردم از آرامش فکری است. یعنی زمانی هم که مسئله رفاه نسبی را مطرح میکنید و به صورت محدود به مسائل معیشتی مردم اشاره میکنید، تنها روی قشر خاصی تاکید میکنید، صحبتی از اقشار و توده‌های وسیع مردم نیست. تقی رحمانی میگه من این انتقاد را رد نمیکنم. ما تلاش میکنیم که اخبار کارگری را انعکاس دهیم. گرایشات مختلفی بین ما هست. مهندس صحابی گرایش داشت که بررسی کارشناسانه در رابطه با مسائل عدالت اجتماعی در ایران تدوین کند. نکته غلطی را مطرح نمی کنید. باید پذیرفت و دقت کرد نکته ای که می گویید درست است. من تلاش می کنم که این نظر شما را با دوستانم مطرح کنم. بفهمید. مرمت شما زیاد. صدای ما خوب می رسه به شما؟ آره الان برنامه زنده است؟ بله قربان، در خدمت شما هستیم. باید قربان. من روز شنبه خواستم یه خبر بدم، زنگ زدم پنج تا زنگ کسی جواب نداد، فکر کردم شاید اصلا ماشینم نیومد رو تلفن دستی تو شما. بله شرمنده، یه ذره مشکل داشتین. در خدمت شما هستم. بفهم.
رو خطم من؟ بله بله روی رسید صحبتتون رو بفرمایید. من نمیدونستم که اینه، میخواستم یه موضوعی خدمتتون عرض کنم. من تراز میشین از انجام این راجع به چیز به کجا میکشه؟ من روز شنبه بود که خوندم که اسرائیل میخواد به از حتی من روی رادیو چی شدیدم؟ روی رادیوی فارسی رادیو فرانسه شدیدم که اگر بخواد هم بکنه ایران امریکا دخالت نمیکنه و گفتش درزه من گفتش که برای بود من 5000 تا قشون برای تنبیه رو اینا بفرسته، فقط 1000 تا مثلا میفرسته خیلی کم و تکنیشنش هم که برای مثلا اون پتیات مثال اینا رو میخواد بفرسته اونم گفته تو خونه بمونن کمک اینا نکنن. بعد امروز هم یه خبرهای دونی زده نبید، امروز هم یه خبر شنیدم از اون راژیو فرانسه بود، بعد یه چم راجع به نیویورک تایمز، اونم من را نیویورک تایمز خوندم، امریکا اینجور گفته افته به ایران که به غیر مستقیم که اگر اسرائیل هم کنه ما هیچ گونه دخالتی با اسرائیل نداریم و ما انتظارم نداریم شما مثلا به پایگاه های ما در خاورمیانه حمله کنیم. از اون اسرائیل چیز میگه، اینام از این ور یه چیز میگن، نمیدونم خلاصه چی داره میگذره که خلاصه سیگنال های خیلی عجیب و غریبی تا اواخر دارن میفرستن به سمت ایران. درسته. نظر شما چیه؟ بله ممنونم ازت. چش توضیح میدم آقا پیرم. من خیلی مطمئن نمیستم شما رو ارستین. خواهش میکنم. پس من از رادیو گوش کنم. ممنونم. سپاس گذارم. بله. که این مطلب رو تموم کنیم، به سوال شما حتما پاسخ خواهم داد و رو دیروز راجبش حرف زدیم، یه قدری راجبش صحبت کردیم. به حال آقای میپرسه ازش که شما وقتی که راجع معیشت حرف میزنی فقط روی چش خاصی اشاره میکنی، تغییر امانی هم میگه من این انتقاد رو قبول میکنم، میرم به دوستانم خواهم گفت. به من میگه اضافه میکنم که مسئله تنها مسئله خبررسانی نیست، مسئله اصلی موضع‌گیری است در رابطه با برخی از اقشار موضع‌گیری میکنید و مسئله مطالبه خواهی را پرچم مبارزاتی میکنید، اما در رابطه با اقشار زحمتکش تنها مسئله خبررسانی را مطرح میکنید. تکیه عمده شما باید روی اقشار زحمتکش باشد تا مردم را به حرکت بیاورید. در غیر این صورت ما تنها با بخشی از لایه ها و اقشار معینی روبرو هستیم که اتفاقا از درون همین لایه هاست که خواستای افراطی که با آن اشاره کردید بیرون میزنه. تغییر امانی میگه من این انتقاد را رد نمی کنم. انتقاد ما با آقای خاتمی این بود که تیم اقتصادی ایشان در دست کارگزاران بود. بارها برنامه های خودمان را اعلام کرده بودیم. در سال 79 مطالبات اقتصادی بخشی از برنامه مطالبات اقتصادی بخشی از برنامه مطالبه محوری ما بود. درست میگوید. ما به این مسئله دقت نکردیم. باید تحلیل داد. اگر تحلیل هایی برای ما بفرستید ما استقبال میکنیم. این گرایش در ما هست. هیدر میگه در ادامه اضافه میکنم که در رابطه با مسائل کلانی که مردم با آن درگیر هستند باید موضع‌گیری مشخصی داشته باشیم. به طور مشخص مسئله یارانه ها، واردات خارجی، خصوص سازی های وسیع از جمله مسائل اساسی است که باید به آنها پاسخ داد. بدون طرح این مطالبات تصویر روشنی در ارتباط با رشد اقتصادی اجتماعی فرهنگی در پیش روی مردم نخواهد. طرح این مطالبات زمینه مناسبی برای گفتمان میان نیروهای سیاسی ایجاد خواهد کرد. ادامه این بحث‌ها می‌تواند زمینه همگرایی نیروهایی را که عمیقاً به تحولات اقتصادی باور دارند ایجاد کند و نقش زحمتکشان را در جنبش سبز ارتقا دهد. اینها زمینه‌هایی است که باید روی آن کار کرد. در ارتباط با مقاله‌ای از شما که آرش هم با آن اشاره کرد، یعنی مطالبه محوری و فراز و فرود آن، سوالی را با اجازه شما مطرح میکنم. شما 4 پرسش را در ارتباط با احتمالات که در پیش رو داریم مطرح کردید. البته میشود پیرامون احتمالات بحثای زیادی کرد، اما من در فرصت کوتاهی که برای من باقی مانده به طور مختصر اشاره میکنم. شما سوال کردید که آیا جامعه ایران در التهاب آینده به سمت خروش توده ها میرود؟ سوال شما تا حدودی جنبه سلبی دارد. جنبش توده‌ای را نباید به طور کلی نفی کرد. آیا حضور وسیع توده‌ها می‌تواند خطری برای جنبش باشد؟ سوال دیگری هم مطرح کردید با این مضمون که شکل دادن به مطالبات به معنی ایجاد مش تعیین نقشه راه هم است. نقشه راه چیست؟ این نقشه راه را من در ارتباط با سوال قبلی می‌بینم.
شما نقشه راه را نمی توانید بدون مشخص کردن راه رشد اقتصادی مطرح کنید. علاوه بر آن تنها دموکراسی خواهی نمی تواند محور اتحاد و نزدیکی نیروها باشد. این موارد را نمی شود بدون بررسی دقیق به زمان آینده موکول کرد. این موارد در اولویت است. تغییر رحمانی میگه ارزیابی من این است که دولت احمدی نژاد با دادن رفاه موقتی به اخشار زحمتکش آنها را از خواسته های سیاسی دور کرد. 48,000 تومان در ماه برای اخشار زحمتکش پول کمی نیست. ما فکر میکردیم که جنبش سبز فراگیر خواهد شد و دامنه گسترده تری پیدا خواهد کرد. جمهوری اسلامی با توان سرکوبش جنبش های بی رهبر را سرکوب میکند، اما جنبش های دیگر رهبران خودش را دارد. اگر مردم به خیابان بیایند، این دیگر حکومت است که باید خودش را با این تغییرات تطبیق دهد و خیلی چیزها تغییر خواهد کرد. من به عنوان یک کنشگر سیاسی، نه فقط به عنوان یک نظریه پرداز سیاسی، باید سیاست مناسبی را به پیش ببرم. ما مطالبه محوری را مطرح کردیم و توپ را در زمین کاندیداها انداختیم و جواب گرفتیم. در شرایط فعلی اخشار زحمتکش هنوز از انسجام لازم برخوردار نیستند. اعتراضات کارگری را دولت تا حدودی مهار کرده. در بین اخشاری که از رفاه نسبی برخوردارند و زمان فراغت دارند، زمینه اعتراضی وجود دارد. مشکل نبود رهبری است. یک شورش نان سرکوب می شود. و اما میگه شما اشاره کردی که دولت شعار عدالت‌خواهی را با پخش پول خونسا کرده، اما یا همین مسئله نباید زمینه ای باشد برای کار تبلیغی و روشنگری؟ توضیح این واقعیت که روند پخش پول هر آن می تواند قطع شود که این پولها زمینه ساز کار تولیدی و ایجاد اشتغال نیستند. در شرایطی که حاکمان در جلسات محرمانهشان اعتراف به نرخ تورم 126% و آمار بیکاری بالای 25% میکنند، آیا نباید دلیل توزیع این 48,000 تومانی هایی را که برای خفه کردن صدای زحمتکشان پخش می شود افشا کرد؟ شورش نان باید مسیر داشته باشد تا سرکوب نشود. باید خواسته های معینی داشته باشد. مردم باید بگویند که ما کار می خواهیم، نه صدقه. تقی رحمانی میگه شما درست میگی، اما مشکل اصلی در اینجاست که ارتباط با این اخشار قطع شده. نیروی عمده‌ای که در صحنه است به این مسائل بی‌توجه است. بعد از فروپاشی شوروی تغییر پارادایمی صورت گرفته است. ما خودمان قربانی این فضا بودیم. به اخشار حاشیه شهری به عنوان یک تهدید نگاه می‌شد و توجه به این اخشار نشانه رادیکالیسم بود. اخشار حاشیه شهری از نظر اصلاح طلبان نوعی تهدید به حساب می‌آمد. شما برای برگرداندن دیدگاه‌ها به زمان نیاز دارید. شما این 48,000 تومان را دست کم نگیرید. با توجه به مشکلات فراوانی که وجود دارد، به هر حال مفری است که خیلی از فضاها را اشغال میکند. در زمان انتخابات به بسیاری از روستاها برای سخنرانی رفتم. به تجربه دیدم که همین پولهای اهدای احمدی‌نژاد تأثیر خودش را بر جای گذارده است. میگفتند که دولتهای قبلی خوردن، باز این احمدی‌نژاد چیزی به ما داده. وضعیت با دوران جوانی ما متفاوت است. مبلغان سیاسی ما هنوز تحت تأثیر لیبرالیسم هستند. البته به تدریج زمینه تغییر این نگرش فراهم می شود. بنا بر دیدگاه لیبرالیستی، توده ها غیر قابل اعتمادند و شورش راه می اندازند. صرفا اراده ما نمی تواند همه چیز را تغییر بدهد. این امری زمانبر است. ما در مرحله گذار از تقابل دو دیدگاه لیبرالیستی و پاپولیستی یه عدالت خواهانه هستیم. ما به تعدیلی از سوسیال دموکراسی میرسیم که مخاطب اجتماعی و فعالان معتمدش را ندارد. هیدم یا آقای علی جانی اخیراً مطلبی در ارتباط با همگرایی سیاسی منتشر کرده با طرح این سوال که چرا همگرایی سیاسی ضروری است. اشاره کردن که جنبش پرجستخیز سر برای اصلاح و عدالت اعتدال خود باید از بالا به سوی همگرایی پیش برود و در بدنه نیز طرحهایی برای پیوند با اخشار موت بگیر و حقوق بگیر پیدا کند. و سوال کردن که چه نیروهایی
با این همگرایی مخالف هستن. من زیاد با واژه همگرایی سیاسی موافق نیستم، اما کف مطالبات سیاسی نیروها میتواند زمینه همکاری نیروها باشد. شما چه پیشنهادی در این زمینه دارید؟ با توجه به اینکه در داخل کشور بوده میتوانید دید دقیقی داشته باشید. آیا هم امکان پذیر است؟ نظر شما چیست؟ تقی رحمانی میگه امر دشواری است. صدای خارج کشور صدای آرمان هاست. آرمان ها را به صورت امر استراتژیک مطرح میکنند. میگویند که این و این و این را میخواهیم. حال از چرا باید به این خواستها برسیم مشخص نیست. در داخل کشور هم همه امکانات دست حکومت است. خواسته واقعی مردم مشخص نیست. فعالان سیاسی نزدیک به حکومت اصلاح طلبان بودند. میتوانیم وچه نزدیکی را خواسته ها و مطالبات و توان جامعه مدنی لحاظ کنیم. میتوانیم مبنای قرار دهیم که فعالان سندیکایی و فعالان مدنی یکدیگر را به رسمیت بشناسند. با توجه به درآمد نفت میتوانیم به توافقی بر سر سوسیال دموکراسی برسیم. بسترسازی برای دموکراسی خواهی از سوی اپوزیسیون با تکیه بر جامعه مدنی و نهادهای مدنی شکل میگیرد. اگر بخواهیم دیدی به کارگر بدهیم، در مرحله اول ضروری است که صدایمان به کارگر برسد. خواستا باید به صورت مرحله‌ای شده، مهندسی شده مطرح شود. ادبیات گروه‌های رادیکال هوادار کارگران به داخل نمی‌رسد. آرزوهای فردا یا پسفردا را امروز نمی‌شود مطرح کرد. گروه‌های سیاسی به راحتی کنار هم نمی‌نشینند، مگر اینکه جامعه مدنی آنها را کنار هم بنشاند. در شرایط فعلی که دوران رکود است، باید برای فردا آماده شویم. باید به تفاهم‌های حداقلی برسیم. هیدر میگه یعنی شما می‌فهمید که تشکیل نهادهای مدنی امکان همگرایی میان نیروهای سیاسی را که به یک تفاهم حداقلی بر سر کف مطالبات برسند فراهم می‌آورد. تشکیل کانون‌های مدنی با توجه به شرایط کنونی ایران چگونه امکان پذیر خواهد بود؟ آیا نظر شما واقع بینانه؟ تقی رحمانی میگه مسئله این است که شما کجا را هدف گذاری کنید. بحث من اصالت دادن به نهادهای مدنی است، برای زمانی که فضا در ایران باز میشود. برای اینکه زمانی که فضا باز شد با دولت دعوا کنی، معامله کنی و دنبال خواستت باشی، فضا در ایران با اراده منظم باز نمیشود. فضا به طور ناگهانی در ایران باز میشود. بعض توجه نیروهای سیاسی به نهادهای مدنی است. در گذشته ما نهادهای مدنی را بازوی حزب کرده بودیم. در ابتدای انقلاب انواع حکومت را مطرح کردیم، اما مطالبات را مطرح نمی کردیم. در حال حاضر هم نهادهای قدرتمند زرد داریم، مانند کانون وکلا با 180 هزار اول، کانون معلمان در 40 شهر کشور. در اول انقلاب هم مسائل سندیکا را مطرح نمی کردیم. ضرورت سندیکا به عنوان اولویت، نه اینکه شورا تشکیل بدهد تا حاکم شویم. هیدر میگه اما آقای رحمانی اجرایی شدنی آقای رحمانی احزابی بودند که مسئله ضرورت تشکیل سندیکا را مطرح میکردن و در این چارچوب حرکت میکردن، اما امکان ندادن. تا سال 61 هم امکان تشکیل و گسترش سندیکا بود، اما سرکوب کردن. اما به نکته درستی اشاره میکنه، هم ضرورت تشکیل تشکل‌های توده‌ای صنفی است که میتواند ضامن بقای دموکراسی باشد. اما بسیاری از نیروهای سیاسی به این امر بی‌توجه بودند. یکی از دلایل به بیراه رفتن دستاوردهای انقلاب هم همین بی‌توجهی به ضرورت تشکیل سندیکاها و تشکل‌های صنفی بود. اما نکته‌ای که تاکید بر آن ضروری است، خطر جدی جنگ است، خطری که استقلال ایران را تهدید می‌کند، به ویژه بعد از تهاجم به لیبی و شرایط کنونی سوریه. ضروری است که نیروهای مترقی و صلح طلب به صورت یک پارچه و منسجم مردم را نسبت به خطر بروز جنگ آگاه کنند. نظر شما در این مورد چیست؟ آرش میگه قبل از اینکه آقای رحمانی پاسخ دهند، در مورد حساسیت وضعیت باید به این نکته هم توجه کرد که با توجه به سیر تحولات و شرایط وخیم اقتصادی داخلی و خطر خارجی، ضروری است تاکتیک‌هایی را برای سازماندهی نارضایتی مردم در نظر گرفت. در سایت کلمه سلسله مقالاتی در ارتباط با مقاومت مدنی منفی منتشر می‌شود.
البته این شیوه از مبارزه شیوه سازماندهی مناسبی است، اما از نظر ما تاکتیک پیشنهادی کلمه محدودیت زمانی داشت و تنها موسم انتخابات را در بر می‌گرفت. اگر این شکل از مبارزه را با مطالبات و مسائلی که مردم به طور ملموس با آنها درگیر هستند پیوند دهیم، شیوه سازماندهی مناسبی خواهد بود. تقی رحمانی میگه بحث خیلی طولانی شد، اگه موافق باشید دنباله بحث رو بگذاریم برای بعد. در سایت ملی مذهبی بخش زیادی را به انعکاس تهدیدات اسرائیل اختصاص می دهیم. بیشتر از این خوشبین نیستم که دو توانیم تأثیر بگذاریم، اما همینقدر اشاره کنم که ما مگر چقدر می توانیم موثر باشیم؟ بازیگران اصلی آقای خامنه‌ای آمریکا و اسرائیل هستند. بازیگران مؤثر هم خاتمی و هاشمی هستند که می توانند فشار بیاورند. ما باید بر حساسیت برخی از دولت مردان و روحانیون و جامعه مدنی توجه کنیم. آن و اگر حرکتی ایجاد شد، اگر راهکارهایی داشته باشیم، می توانیم تأثیر عملی داشته باشیم. ما می توانیم هشدار بدهیم، اما از دیگران هم می شود خواست که آهنگ همگرایی را بزنن. صرفا با اراده ما مسائل حل نمی شود، چندان دست ما نیست. میزان توانایی هم مهم است. اگر نیرو محدود باشد، باید جایی نیرو گذاشت که جواب گیرد. بهمن میگه که اینکه ما بتوانیم از خطر جنگ جلوگیری کنیم که حرف بسیار بزرگی است. بهتر است بگوییم که تلاش برای جلوگیری از جنگ. شما گفتید که اخبار مربوط به تهدیدات اسرائیل را در سایتتان بازتاب میدهید که بسیار مثبت است، اما از سوی دیگر باید به مردم ایران گفت که شما تنها نیستید. اگر در سطح بین‌المللی نگاه بکنیم، مقاومت جدی علیه تحریم‌ها و تهدیدها در حال شکل‌گیری است. برای نمونه سازمان نظامیان هواداران صلح آمریکا که بیش از 5000 نظامی آمریکایی را در بر می‌گیرد، تعهدنامه امضا کرده که در اعتراض به تحریم‌ها و تهدیدهای جنگی علیه مردم ایران به خیابان‌ها بروند. این اخبار باید که در سایت‌های سبز انعکاس یابد تا مردم بدانند که تنها نیستند و مردم صلح طلب جهان در کنار آن هستند. رحمانی میگه شما برای ما بفرستید، ما حتما منعکس میکنیم. آرش میگه با تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. بعد سایت ملی مذهبی محلی برای بیان دیدگاه‌های گوناگون است. به حال مجموعه صحبت‌ها و حرفایی که زده می‌شود چند تا موضوع رو به صورت جدی دنبال می‌کنه. یکی این که الان در شرایط فعلی، همونطور که آقای پیران هم اشاره کرده، ما دیروز راجع بهش حرف زدیم، مسائل یعنی در حقیقت بین آمریکا و اسرائیل و مسئله انتخابات در آمریکا و تأثیرات انتخابات آمریکا و جهان و همه اینا موضوعه، ولی این وسط یه چیز اونجا میزنه، یه سوسوی میزنن و اون که چرا میگوید که تا بهار صبر کنیم. چرا آقای بانکیمون میگوید که در انتخابات آزادی بدهید، احزاب آزاد کنید، سازمان ها رو حرکت بدید؟ چه جریانی در پیش است؟ وقتی که در شورای همکاری خلیج فارس ایران رو محکوم میکنه، وقتی که بحرین جایی که ایران رو محکوم کنه، ایران بخواد عذرخواهی کنه، چه فضاحتی به بار آوردن. ولی هیچ کس نیست، هیچ برنامه نیست، یه سری حرفای پوپولیستیه. نگاه کنید به سخنرانی و مصاحبه آقای رضای پهلوی به سایت رادیو اسرائیل منشامی. سوالات خوبی مطرح میکنه منشامی، ولی پاسخی نمیگیرن، هیچ پاسخی نمیده. رفیقان اگه اونا بیان و اینا برون، بله البته یه عده آدم ها هستن، اینا پاسخ سوال نی، سوال مشخص است، پاسخ مشخص میطلبه. فوش و فضیحت هم کمکی به ما نمی کنن. مرتب فوش میدی، فوش کمک نمی کنه، فوش و فضیحت کمک نمی کنه. باید کار جدی کرد، باید رفت به دنبال مسائل و مسائل رو از نزدیک حل کرد.
خب ما راجع به مسکن مهر حرف زدیم و گفتیم که آقا چگونه است وفا در سایت وایس آمریکا نوشته است اصلا دولت احمدی‌نژاد در حال حذف مسکن مهر است. ماجرایی که قرار بود چندین نمیدونم خونه بسازه و 75 متری و همه مردم رو خونه ساز کنه، رفته در ونزوئلا میسازه با همت آقای فامیلای آقای اسمش چیه فراق نگهدار. منابع خبری در ایران از حذف ناگهانی مردم از مسکن مهر خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر پس از گذشت حدود 3 سال از طرح مسکن مهر و واریز پول توسط متقاضیان، اکنون دولت به آنها اعلام کرده که نمیتوانند آپارتمانی دریافت کنند. این خبرگزاری این اقدام را چنین توصیف کرده: دولت با چراغ خاموش در حال حذف بخشی از متقاضیان مسکن مهر است که در طول این مدت هیچ گونه اخطاری در این خصوص دریافت نکرده بود و اکنون که زمان تحویل آپارتمان های مسکن مهر است از این طرح کنار گذاشته شد. یکی از متقاضیان در این زمینه به خبرگزاری مهر گفت در این مدت قیمت مسکن افزایش پیدا کرد، اما پول ما در اختیار دولت بود و با آن مسکن می ساخت. الان که زمان تحویل واحد هاست تصمیم گرفته که ما را حذف کنه. طرح مسکن مهر از سوی محمد سعید کیا وزیر وقت مسکن و شهرسازی به عنوان سیاست اصلی دولت نهم برای پاسخگویی به متقاضیان مسکن در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد آغاز شد و قرار بود که به موجب این طرح سالانه تعداد 1,500,000 واحد مسکونی در سراسر ایران واگذار شود که با مشکلات متعددی از جمله توقف پرداخت وام توسط بانکهای دولتی روبرو شد. در ابتدای اجرای طرح مسکن مهر دولت پیش شرطهایی را برای متقاضیان مسکن مهر گذاشت که متأهل بودن، عدم دریافت زمین و تسهیلات دولتی از سال 57 و نداشتن سند مالکیت از سال 1384 از آن جمله. متقاضیان مسکن مهر در شهر تهران همچنین میباید سابقه 5 سال سکونت را در تهران داشته باشند تا بتوانند از مسکن مهر شهرهای جدید اطراف تهران استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری مهر در ابتدای ثبت نام مسکن مهر مدارکی که ثابت میکرد متقاضیان شرایط مسکن مهر دارند به راحتی با جعل یک اجاره نامه قابل دسترس و تعداد قابل توجهی توانستند با جعل مدارک برای مسکن مهر ثبت نام کنند. مهدی هاشمی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی که در دولت نهم از سوی احمدی نژاد به عنوان سرپرست وزارت کشور منصوب شد به خبرگزاری مجلس شورای اسلامی گفت مسکن مهر در کلان شهرها در نوسازی بافتای فرسوده و کاهش قیمتها موثر بودند. بنابراین پیشتر کمال علیپور یه عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز به خبرگزاری اقتصاد ایران اکونیوز گفته بود به جرأت میتوان گفت مسکن مهر تأثیر ناچیزی بر کاهش قیمت مسکن تا به امروز داشته. و بنابراین دولت احمدی‌نژاد پول یارانه همه اینا هم در حقیقت شرایطی که اونا در ملی مذهبی ها تعریف کردن و تغییر امانی و اینا کار رو به اینجا رسوند که میبینی که اینم موثر نیست. جامعه در یک تب و تحول به سر میبرن. اگر به دادش نرسی، اگر به فکر وطنت نباشی، وطن به سمت قهقرا میرود. برید از شخصیت ها بخواهید که وارد بشود. به هر حال مجموعه برنامه امروز رو در اینجا به پایان میبریم با امید فردایی بهتر و آرزو این که روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. به همه شما نازنینان در سراسر دنیا آرزوی خوشی دارم. مرسی. تا بعداً با همدیگه گفتگو کنیم فردا دوباره روز از نو و روزی از نو. ممنون.